سلام و خسته نباشید، عرض میکنم خدمت همراهان عزیز. من امیرحسین شصتی هستم، مدرس دوره طراحی رابط کاربری اپلیکیشن دیجیکالا در نرم افزار فتوشاپ. برای اینکه شما بتونید این دوره رو بگذرونید، ابتدا لازمه که یک سری از مفاهیم مقدماتی از فتوشاپ رو بلد باشید. برای این منظور شما میتونید به وبسایت فرادرس مراجعه کنید و آموزش فتوشاپ مقدماتی از فرادرس رو تهیه کنید و سپس به سراغ این آموزش بیایید. لازم به ذکر است در این آموزش ما از فونت ایران یکان که فونت اپلیکیشن دیجیکالا هستش استفاده می‌کنیم. شما می‌تونید این فونت رو از وبسایت‌های مختلف تهیه بکنید و از اون استفاده بکنید. در این دوره مباحثی بیان می‌شود که شما علاوه بر این که می‌تونید با اون مباحث رابط کاربری اپلیکیشن دیجیکالا رو طراحی کنید، می‌تونید هر رابط کاربری دیگه‌ای که مد نظرتون هستش رو با کمی خلاقیت و پشتکار طراحی و پیاده‌سازی بکنید. ما در فصل اول قرار هستش که طراحی و پیاده سازی صفحه اصلی یا صفحه خانه اپلیکیشن دیجیکالا رو با هم دیگه طراحی و پیاده سازی بکنیم. برای این منظور ابتدا یک سند جدید ایجاد می‌کنیم با عرض 1080 پیکسل، ارتفاع 1920 پیکسل و رزولوشن 300 پیکسل بر اینچ. در بخش اول ما بایستی طراحی کادر سر و اسلایدر رو انجام بدیم مطابق اپلیکیشن دیجیکالا. برای این منظور ابتدا با استفاده از ابزار رکتنگل تول یک مستطیل ایجاد میکنیم و رنگ بک‌گراندش رو سفید قرار میدهیم به این صورت. کلیک راست میکنیم، به بلندینگ آپشن مراجعه میکنیم و یک دراب شادو ملایمی بهش میدهیم. دراب شد و رنگش توسی کم رنگ میبایستی باشه به این صورت. یک مقداری سایزش رو افزایش میدیم و مقدار اوپسیتیش رو کاهش میدیم به این صورت. این سایه برای ما ایجاد شد. کنترل تی شیفت رو نگه میداریم و سایزش رو کوچک میکنیم به این صورت و مچ میکنیمش با صفحه‌ای که در مقابل داریم. اوکی. قدم بعدی طراحی کادر سرچ هستش. برای طراحی کادر سرچ مجدداً از رکتنگل تول استفاده می‌کنیم. یک مستطیل ایجاد می‌کنیم. بک‌گراندش رو توسی قرار می‌دهیم. یه مقداری ملایم‌تر باید باشه به این صورت. و دور قسمت‌های رکتنگل رو گرد می‌کنیم با استفاده از این قسمت. 10 در نظر می‌گیریم. و مشاهده میکنید که لبه های این مستطیل به شکل گرد در اومدن. کنترل تی این رو به قسمت بالا میبریم و در وسط رکتنگل بک‌گراند قرار میدهیم. این لایه رو برای اینکه به لایه بالاتر میبریم که مشخص بشه به این صورت. حالا ما نیاز داریم یک آیکون جستجو در این قسمت قرار بدهیم و یک متن که نوشته شده باشه جستجو در و یک لوگوی دیجیکالا در این قسمت. برای این منظور من یک سری فایل ها رو برای شما از قبل آماده کردم که در این دوره از اون فایل ها ما قرار استفاده بکنیم. کنترل او این آیکون سرچ ما هستش. با استفاده از ابزار موو این آیکون سرچ رو به سند مورد نظرمون انتقال میدهیم به این صورت. به بالاترین لایه میبریم. کنترل تی سایزش رو مقداری کوچیک میکنیم به این صورت. یک مقدار هم کوچیک‌تر و به اینجا میبریمش. رنگ این آیکون رو یک مقداری تغییر میدهیم. برای این منظور با استفاده از کلیک راست روی لایه مورد نظر، بلندینگ آپشن و قسمت کالر اوورلی رنگش رو توسی پررنگ قرار میدیم. یک متن در این قسمت قرار میدهیم به نام جستجو در با استفاده از فونت ایران یکان. Bẹp ra luôn. Đi đâu cái thằng này.
جون کجایی؟ کجا شنگ جایی فارد دیگه؟